دوستان من سلام امروز قرار راجع به چهارشنبه سوری صحبت بکنم یه سری میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که قبل از چهارشنبه سوری چه کارهایی انجام بدیم یه سری هم میخوایم صحبت بکنیم که خود روز چهارشنبه سوری چه کارهایی باید انجام بدیم ببینید خیلی طبیعیه که سگهای شما روز چهارشنبه سوری به خاطر سر و صدایی که از بیرون میان بترسن و اینها یک رفتار خیلی طبیعی توی سگا هستش که حالا چه بهشون واق بزنن چه فرار بکنن یه گوشه‌ای توی خونه و در برن کلا سگا از صدای خیلی بلند میترسن برای همین یک رفتار کاملا غریزی توشون هستش اما تا قبل چهارشنبه سوری چه کارهایی انجام بدیم که روز چهارشنبه سوری یه ذره اوزامون بهتر بشه اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما میتونیم شبیه سازی بکنیم صداهای چهارشنبه سوری رو توی خونمون شما میتونید یک سری صداهای ترقه، صداهای بلند و صداهای انفجار رو دانلود بکنید از اینترنت و توی ضبط خونتون پلی بکنید نکتش چیه؟ از صدای خیلی پایین شروع بکنید بعد آروم آروم صدا رو ببرید بالا همزمان با اینکه این صدا داره پخش میشه و صدا خیلی پایین هستش شروع کنید با سگتون فرمان دادن و یا بازی کردن حالا میتونید حرکت های نمایشی باش کار بکنید میتونید فرمان ها و تمرین ها رو کلا باش کار بکنید برو سر جات بمون دست بده حالا هر کاری که سگتون بلده یا اصلا میتونید باش توپ بازی بکنید بعد آروم آروم این صدا رو ببرید بالا و صدای ترقه رو آروم آروم زیاد بکنید مثلا از ولوم دو سه شروع بکنید بعد آروم آروم برید حالا توی ولوم های بالاتر 15 20 حتی سی و چل میتونید بذارید که یک این صدای بیاد و سگتون یواش یواش با این صدا آشنا بشه چه مزیتی داره؟ این باعث میشه که سگ شما با یک صدای ناگهانی آروم آروم آشنا بشه فقط روز اول اصرار نکنید که یهو مثلا از دو برید روی پنجاه. خب سگ شما اصلا هنوز آمادگی اینو نداره آروم آروم مثلا اگر یک هفته تا چهارشنبه سوری وقت دارید هر روز مثلا ده تا لول رو ببرید بالاتر و یهو نرید بالا و هر بارم که میخواید شروع بکنید دوباره از صدای خیلی پایین شروع بکنید و آروم آروم سرعت زیاد کردن این صدا رو بالا ببرید تا به صدای بالاتر برسید و زمانی که پس دارید باش کار میکنید شروع کنید باش و صدا بخش میشه شروع کنید باش کار کردن و خوراکی دادن بهش یا تمرین کردن اینجوری حواسش رو پرد میکنید دومین کاری که باید انجام بدین اینی که خب توی این مدت اگر تو اصلا بیرون نبردی و خیلی ترسوی که کار اشتباهی کردی و متاسفانه باید بگم که الان تا چهارشنبه سوری خیلی کار خاصی نمیتونی انجام بدی ولی اگر سگ تو بیرون بردی و یه مقدار میترسه همچنان شروع کن توی یک هفته یا ده روز بیشتر سگ تو ببر بیرون بذار سگت با صداهای محیطی از نزدیک آشنا بشه اگر سگت بیرون غذا میخوره که چه بهتر فوقالعاده است شروع کن کارهایی که تو خونه باش انجام میدی بیرون خونه هم باش انجام بده بهت کمک میکنه که یواش یواش این صداها واسش عادی بشه شما نیاز دارید که سگتون رو تو موقعیت های واقعی قرار بدید اگر این کار نکنید سگتون ممکنه که هیچ وقت تو موقعیت واقعی قرار نگرفته باشه اصلا آشنایت نداشته باشه ندونه داره چه اتفاقی میفته پس بیرون باید ببریم سگمونو اما بیرون بردن درست و اصولی خب قطعا خیلی بهتره ولی اگرم بلد نیستی ایرادی نداره همین که فرنس اگه تو ببری بیرون شروع بکنید محیط بیرون نگه داشتنش و قدم زدن آروم آروم با محیط بیرون آشناش بکنید خوبه چون بهت کمک میکنه که یک مقدار اعتماد به نفس سگت بره بالاتر و واکنشش نسبت محرک های محیطی کمتر بشه نکته بعدی یک تمرینه که توی های قبلی گذاشتم واسهتون تمرین محدودیت در هستش اگر میخوای محدودیت در رو انجام بدی قبلش باید با من کار کردن و بلد باشی که گذاشتم توی یوتیوب ویدئوشو باز بعد یاد بگیری چجوری برو سر جات و سگت بگیری که گذاشتم ویدئوشو تو یوتیوب بمون و بعد یاد بگیره سگت بازم این ویدئو وجود داره و تمرین محدودیت درم واسهت وجود داره یعنی کاملا این چهار تا رو داریم تو یوتیوب تو پست های قبلی میتونی نگاه بکنی و بهت کمک میکنه که یواش یواش به بس سگت بگی که این محیط در خونه تحت اختیار منه کلا برای اینکه سگت نسبت به صداهای پشت در واکنش کمتری بده یا صدایی که از بیرون میاد واکنش کمتری بده یه تمرین فوق خوبه تو این یه هفته هم بهت کمک میکنه, میکنه که راحت تر بتونی یک سری چیزها رو واسه سگت عادی بکنی و حرف شناترش بکنی آخرین کاری که باید واسه سگت انجام بدی اینه که باکسش رو باید واسهش خوشایند بکنی تو این مدت که روز چهارشنبه سوری انگاری یک نقطه امن به سگت بدی خیلی از سگای ما موقعی که میترسن میرن یه گوشه که سقف داره یا زیر مبلی زیر میز ناهارخوری جایی پناه میبرن و به خاطر اینکه خب احساس امنیت بکنن این نقطه امن اگر شما واسه ای سگت ایجاد بکنی فوق العاده کار خوبی میکنی به خاطر همین بهتره که باکس سگت رو واسه خوشایند بکنی که دقیقا واسه خوشایند کردن باکس هم دوباره توی یوتیوب واسه ویدیو گذاشتم کافیه چند تا از ویدیوهای قبلی رو نگاه بکنی و خوشایند کردن باکس واسه سگ رو نگاه بکنی و شروع کنی اونم با سگت انجام بدی اگر تا این لحظه که با من اومدی جلو این کارا رو انجام دادی روز چهارشنبه سوری خیلی اوزاد بهتره خیلی خیلی اوضاد بهتره ولی اگر انجام ندادی ایراد نداره تنبری نکن حداقل این یه مدتی که تا چهارشنبه سوری وقت داری حتما واسه سگت وقت بذار بذار حالش اون روز بهتر باشه یه نکته خیلی مهم بهت بگم یه سری از سگا هستن که دیگه فوقلاده میترسن یعنی عجیب غریب شما کوچکترین صدایی که میاد سگ میترسه ببین الان واسه کار کردن با این سگ متاسفانه خیلی دیر شده شما هر چقدر تلاش بکنی اون سگ بی نهایت ممکنه تون روز بترسه برای همین اگر رو داری ازت خواهش میکنم که توی شهر نباش یعنی اگر میتونی برو محیط بیرون شهر که سر و کمتر باشن حالا اگر باقی ویلای جایی داری برو اونجا یا اگر با دوستا آشنا میتونی وقت بگذرونی خارج از شهر بهتره که از شهر بری بیرون و بری توی فضای سبز و اونجا تایم چهارشنبه سوری تو بگذرونی با سگت چون واقعا تایم خیلی کمه باشد. میتونی برای سال آینده از الان شروع بکنی آروم آروم روی ترس سگت کار بکنی و ریشه ترس رو درست بکنی که سال آینده لذت ببری اگر سگی داری که تقریبا یه کوچولو میترسه و خیلی ترسو نیست یا سگی داری که خیلی ترسونی نیست خواهش میکنم نبرش مستقیم جلوی جایی که خیلی سر و صداها زیاده قرارش بده اون موقع ممکنه که یهو فوبیا توی یه سگت ایجاد بشه و سگی که اصلا نمیترسه یهو بترسه و رو بدتر بکنه اما چند تا نکته هم بذار بهت بگم در خصوص خود روز چهارشنبه سوری این نکاتی که دارم بهت میگم قبلا توی اینستاگرام گفتم اینجا فقط شروع میکنم یه ذره توضیح دادم واسه بچه هایی که فقط دارن یوتیوبو رو نگاه میکنن روز چهارشنبه سوری خود اون روز سعی کن قبل از اینکه سر و صدا شروع بشه سگ ببری بیرون و پیاده روی بکنی باهاش و خستش بکنی بهت کمک میکنه که سگت شب راحتتر باشه و خستت وقتی سگت خسته هستش کمتر صداهای بیرون رو میشنوه و کمتر بهشون واکنششون بده فقط اگر روزی نیم ساعت میبریش بیرون اون روز یک ساعت یک ساعت و نیم ببرش بیرون بذار حسابی خسته بشه نکته بعدیش اینه که سعی کن زمانی که سر و صداها ایجاد میشه یک موسیقی واسه سگت پلی بکنی بهتره که موسیقی کلاسیک واسه سگت پلی بکنی که صداهای ویالون مثلا صداهای ویالون توش داشته باشه صدای ویالون صداهای بیرون رو بیشتر میشکنه و باعث میشه که صدا کمتر به داخل خونه بیاد و قالب میشه به صداهای بیرون بهتره که از این صدا استفاده بکنی و موسیقی دیگه هم میتونی بذاری که صدای بیرون کمتر بیاد اینجوری به سگت آرامش میدی اگر زمان تمرینت هم از این موسیقی ها استفاده بکنید دیگه چه بهتر چون باعث میشه که سگت آروم آروم ذهن شرطی بشه و بگه خواب این صدای داره میاد قرار نیستش که اتفاق بدی واسم بیفته نکته بعدی اینه که سعی کن اگر سگ خوشخوراکی داری یا فکر میکنی که سگت غذا میخوره سعی کن در طول روز خیلی چیزی بهش ندی که شب که صداها داره شنو میشه اون زمان قضاشو بهش بدی تا یواش یواش خوشایند سازی هم کنارش بیاری جلو و حواس پرتی هم واسه سگت ایجاد بکنی که سگت برای خوردن غذا یواش یواش اون صداها رو ندید بگیره از طرف دیگه وقتی اون صداها میاد و به سگت غذا میدی باعث میشه که خوشایند بشه اصلا این صداها واسش ما بالا بریم پایین بیایم سگا کلا از صدای بلند میترسن قرار نیست فکر کنید که مثلا صدای بلند میاد سگه بگه آخشون صدای بلند اومد و من برم که یه چیزی گیرم بیاد نه ما فقط صرفا میخوایم بگیم این صدا که داره میاد پشمندش یه خوراکی خوشمزه قرار واسه بیاد و واسه سگمون یه ذره عادی سازی بکنیم این صداها رو نکته بعدی اینه که اون شب حتما از باکس سگت استفاده بکن یعنی نذار سگت بره یه گوشه کناری واسه خودش بخوابه باکس سگت رو بیار بذار جلوی پات و زمانی که حالا داری تلویزیون نگاه میکنی صحبت میکنی با عزیزانی که اومدن پیشت سگت رو بفرست داخل باکس و کنار باکست بمون خوشنسازی باکس که ببینی متوجه میشی که چی کار باید بکنی کنار باکست باش و بذار سگت به آرامش برسه و وقتی که تو باکسش هست شروع نوازش کردنش یه نکته خیلی مهم راجع به نوازش کردن وجود داره اگر سگ آروم هستش میترسه استراب داره ولی آروم و واکنش نشون نمیده حتما نوازشش بکن چون اون نوازشت بهش آرامش میده ولی اگر واق میزنه حمله میخواد بکنه و این کارار داره انجام میده لطفا نوازشش نکن حالا نوازش و غذا دادن عین همه هیچ فرق نمیکنه غذا نده یا نوازشش نکن وقتی داره واق میزنه یا داره مثلا حمله میکنه و بیتابه ولی وقتی آرومه یا نشسته یه گوشه فقط میبینی که خودش رو جمع کرده یا حتی داره میلرزه اصلا ایرادی نداره نوازش کردنت خوابوندنش روی زمین یعنی کاری بکنی که روی زمین دراز بکشه یا به پهلو خوابوندنش و نوازش کردنش بهش کمک میکنه که به آرامش برسه و حتما این کار رو انجام بده آخرین نکته اینه که لطفا سعی کن کمتر با سگت اون روز صحبت بکنی ببین کلا صحبت کردن باعث میشه که سگا یه ذره به هم بریزن چون نمیفهمن راجبی چی داری صحبت میکنیم اگر ویدئوی سگ ها اصلا حرفای ما رو میفهمن یا نه رو گوش داده باشی متوجه منظورم الان میشی ببین اون روز یه ذره سگت استرابش میره بالا حالا هر چقدر باش صحبت بکنی این استراب بیشتر هم میشه سعی کن با زبان بدنت با آروم کردن جو با یه جایی نوازش کردنش سگتو به آرامش برسونی شروع نکن هی باش حرف زدن بیشتر درگیری ذهنی باسش ایجاد میکنی امیدوارم که چهارشنبه سوری خیلی خوبی سپری بکنی و امیدوارم که این ویدیو به انقدر بهت کمک بکنه که بعد چهارشنبه سوری برگردی اینجا و از روز خوبت واسم تعریف بکنی خیلی مخلصیم ممنونم که پیج رو سابسکرایب میکنید ممنونم که نظر میذارید و لایک میکنید ویدیوها رو هم به ما انرژی میده هم تو پیشرفت ما خیلی بهمون کمک میکنه خدا نگهدار